سلام سلام خب اینا نه... نمیخوام اینا رو ای صدا رو کش بده بیاره فرشتین می‌خواد سوالی فرشتام یکی انتخاب می‌کنه که اینا تو این صدا چی می‌شنویم تو این صدا رنجش ناراحتی خش و حسرت می‌شنویم درسته این کاریه که کسی که گس لایت میکنه شما رو این بلایی که سر شما میاره تا شما محکوم بشین و نگاه ها رو به سمت شما جلب میکنه تا شما باشید که محاکمه میشید لایتینگ تکنیکی هستش که با منیپولیشن اتفاق می افته شما نقطه ضعف میدونید از آدم ها از اون نقطه ضعفهاشون هاشون استفاده میکنین و با استفاده از اون نقطه ضعف ها اونا رو به درجه آخرشون رسونین و کاری میکنید که همه اونا رو محکوم کنن و کار شما دیده نشه چطوری اتفاق میفته اینطوری که شما میدونید که خانم آذر خانم زودرنجیه هر آدم یه سری یه سر مشکل خاصی نیست منم خودم خیلی زودرنجم میدونید خیلی آدم زود رنج و حساسیه میدونید رو چه چیزهایی دقیقا حساسیت داره مثلا شما وقتی با یک آدم زیاد رفت میکنید حتی مثلا میدونید که به مادرتون جمله رو این شکلی بگین یا به پدرتون اگه این شکلی بگین جوابی که ازش میگیدین مثبت یا منفیه وقتی که آدم ها رو زیاد میشناسین این اتفاق میفته خب حالا کسی که میخواد شما رو گسلایت کنه عوامل محیطی و مانیپولیت میکنه که من از الکسا پرسیدم منیپولیت گفت میشه دستکاری دستکاری میکنه اما اصلا داشم میگه منیپولیت چون من نمیدونم که دقیقا دستکاری حالا میشه پولت یه ذره کنترل داره توش خب دستکاری میکنه و بعد با این دستکاری محیطی نتیجه رو که میخواد میگیره شما جیغهای خسته و مستاصله یک زن رو میشنوید و با خودتون میگین وای این چرا اینجوری میکنه چرا ولی شما نمیدونید که ممکنه نقطه ای که من ناراحت میشم با نقطه ای که شما ناراحت میشین فرق بکنه شاید اگه یک نفر به من هزار تا فوشه نمیدونم یه چیزی بده من هیچ ناراحت نشم اما یه جمله خیلی ساده ممکنه من یهو بشکنه همطور که اگه به خود خانم زیب اگه بهش بگیم نه چیزی ازش میبینیم که دقیقا یک مثلا اژدهای درونی ازش میبینیم بچه لایو من هی قطع میشه و من فکر میکنم که چیزم میکنه گزارش هم میدن خب اگر که دوباره قطع شد اینا نگه میدارم چون حرفمو رو زدم دوم این چیزی که مثالی که میخوام برای منیپولیشن بگم که تا همین جدید اتفاق افتاد اول منیپولیت کردن، پر بود بعد منپولت کردن سینا بود چطوری؟ ببین اینطوری منپولشن حتما اینجوری نیست که شما شرایط رو برای طرف سخت بکنید اینطوریه که شما میدونین اون آدم آدم امپاتی هست دوست داره با شما همدلی هم داره به شما تو رابطه بهش میگن اصطلاحا میده. این یعنی <تص> که همینجور از خودش مایه میذاره این جمله بهتری به فارسی همینطور خودش مایه میذاره که شما را راضی نگه داره اینها تومه های خیلی خوبی برای آدم های خودشیفته هستند حالا خودشیفته مرضی هم حتی نه خودشیفته چرا چون خودشیفته آدمایی هستن که میگیرن شما وقتی این دوتا رو توی یه جا میذارید اینا بهترین مچ با هم دیگه هستند. حالا چه اتفاق میفته این اتفاق میفته پریسا یک آدمیه که تو رابطه داره سرویس میده زیب آدمیه که سرویس گیرنده است چجوری منیپولیت میکنه؟ حدس بزنید برای من؟ چطوری منیپولیشن اتفاق میفته؟ دستگاری کردن اتفاق میفته؟ شما طرف رو توی شرایطی میذاری که بخواد هی به شما سرویس بده شما تو شرایطی قرارش میدی که کارهایی که میخوای بخوای اونم که میگه من آدم اوپننس تو اکسپریانس هستم و میخوام انجام بدم خب حالا عکس لخته تو بده اینطوری میشه که عکس لختشو میده حالا شانس آوردیم که نیمه برهنه بود و امیدوارم که بعدا پشیمون نشه چون یک, یک پیام خیلی احمقانه من از این لغت ها استفاده نمی کنم ولی یک پیام خیلی احمقانه دیدم تو کانال گفته بود حالا یه دونه عکس دیگه پاک شده چیزی نمیشه تعریف و تمجید کردن آره یه تعریف و تمجید کردن شما وقتی که ما خانما کلا زیاد به هم کامپلیمنت میدیم این فرق داره مثلا ما همدیگر که میبینیم وای چه خوشگل شدی وای چه لباس و قشنگ بود ما از یارو متنفر ولی ممکن این کار بکنیم این به اینجا که من میگم رفت نداره نه حرفت میتونه درست باشه ولی این توی این این پث تعریف کردن نیست تو شخصیت این پث تو شخصیت این پث سرویس دهی هست سرویس اضافه میده کلا آدم های بسیار مهربونی اینطوری میشن و خودم یک کم من دارم حالا بگذاریم داشتم چی رو میگفتم آها یکی یه یک کامنتی گذاشته بود که تو این عکسی که دادی اشکال نداره چون که عکس تعدادی تموم شد دیگه پاکم کردن نه عزیزم من کا 750 آی داشتم که هنوز اینترنت نبود یه سری عکس رو به گوشیم داشتم که اون عکس دیگه بعدا تو هاردا سوخته و خراب شده و هزار جا بین رفته ویروس افتاد تو کامپیوترم اون عکس رو هنوز گوگل داره من نمیدونم چه اونا رو گوگل داره ولی گوگل اونا رو داره شما عکسی رو که با گوشیت میگیری بلا فاصله وارد سرورها میشه حتی اگه اون آدمی که حتی اگه زیب اون رو نگه نداره اون عکس آردی دیگه وارد سرور ها شده یک جایی ممکن از یه جایی در بیاد حالا از هر جایی حالا که این عکس تو که اصلا دیگه در و من شنیدم امروز که تو توی یه جایی تو اینستاگرام توی, توی پستی هم بوده خلاصه دومین چیزی که می‌خواستم بگم اینه خب پس منیپولیت کردیم یه این رو و ازش سرویس گرفتیم که به خاطر اینکه ما رو خوشحال کنه این عکسو بده حالا قانش کردیم که مثل آدم هایی که با بچه ها جنسی برقرار میکنن قانش کردیم که این هم کار مهمی نیست تو به تا اینجا هم دو نفر آدم عاقل بالا 18 سال جلو همدیگه نشستن و هر دوتاشون هم کاملا همدیگر میشنستن پس هیچ مشکلی نیست یعنی اون نمیتونه بگه من نمیدونستم میخواد زیبا اینو پخش کنه مثلا هیچ مشکلی نیست اینجا اما یک داستان دیگه به وجود میاد یک آدم اینجا وجود داره یک مردی اینجا وجود داره که انقدر پرروه که میاد درخواست اون عکس رو بلافاصله میکنه یعنی میدونه که قرار شیش هزار خورده نفر توی کانال ببینن که اون این درخواست کرده میدونه که آردی سم به خاطر اینکه این ازش فیلم لخته اون یکی رو خواسته 500 یورو جریمه شده میدونه که پلیس اینا رو باشون مشکل برخورد کرده میدونه میاد عکس رو میخواد چه اتفاقی میفته؟ اون آدمی که منیپولیت میکنه چون دلش میخواسته این عکس رو پخش کنه سریع این عکس رو میده بدون اینکه با اون تعدیه بگیره در حالی که میخواست بگیره ولی بعد منصرف شد دیدین چه خوشگل کردم خودم امروز با سرطن. اصلا نمیگی قرمز زدم براتون گفتم یه ذره از حالت تو خونه در بیام براتون خب من تا اینجاش هم باز مشکل نداریم حالا در مورد این که چرا عکس لخت گرفته میشه چرا این عکس های لخت پخش میشه اینا بعدا میریم تو مرحله دوم صحبت میکنیم تو مرحله اول من راجع به لایتینگ دارم صحبت میکنم خب در تمام دنیا کسی که عکس لخت رو میره میبینه کسی که میره توی سایت هایی که اینجور فیلم ها رو دارن اون فیلم ها رو میبینه مجازات نمیشه اگه بالای 18 سال باشه یعنی هیچ جا هیچ قانونی نیست که شما چرا رفتی به جز حالا کشور اسلامی که الان داستان شده مذهبی هیچ جا هیچ قانونی نیست که بگه تو چرا رفتی فیلم دیدی همه جا مرسی خودتون بگین دیگه من نگم همه جا قانون اینه که تو چرا این فیلم آپلود کردی اجازه نامه کتبی داشتی توی شرایط عقل و هوشیاری کامل بوده این چرا آپلود شده کسی نمیاد بگه تو چرا رفتی دیدی اگه دو نفر برن توی محله‌ای که آدم‌های خراب اونجا هستن توی مثلا شهرهای مختلف برن اونا رو دستگیر کنن کسی نمیاد بگه که تو چرا اومدی داری به این خانومه میگی که با من باش اون خانومه رو میبرن زندان لاس وگاس اگه بفهمن که این زن خرابه اینجا وایستاده شخلی داره چون ممنوعه در امریکا این شغل روی خاک امریکا شما نمیتونید این کار بکنین فعلا فکست است سوال بپرسین نه تموم میشه میریم سراغ دو قطبی خب گس لایتینگ رو دارم توضیح دیگه پس کسی نمیاد اینو بگه پس شما چی کار میکنی حالا از اینجا گس لایتینگ سینا شروع میشه فعلا یک کینه هست که 500 یورو از جیبشون یک کار اشتباهی اونجا کردن و فیلم خیلی سر ضربه خورده شد من کاری به اون داستان ندارم ولی بعد چه اتفاقی افتاد اینجا موقع خوبی بود که این ضربه برگرده چجوری چه جوری چه نقطه ضعفی نداشتن تا حالا که این نقطه ضعف شد چرا مردم بعدش میان این کار خب من منم خیلی حالم بد شد یعنی خیلی مرزی. حالا بودو بودو مثلا خب چی شیه مثلا عکس لخت این به چه دردتون میخوره از این صورت من استفاده میشه اولا عکس گرفتن لخت که لخت یه نفر رفتی عکسشو گرفتی اشکش درمده بعدش از به میره ناراضی بودن اون انتقام اون عکسی که گرفته شده و پخش شده رو از سینا بعد بگیرن یعنی یه جایزه داره به اون میده که عکس تو پخش کردن خودش رو اینجا میکشه عقب کی اینجا تو چشم همه فوش میخوره میشه گس لایتینگ نور رو میندازه روش اینو باید بهش فوش بدی این پس مرد عوضی آشغال بیشوریه که اومده عکس لخته یکی و خواسته حوله این رازی خودش در حال لبخند آذر اینجا چیخ چیخ میکنه سینا این محکوم میشه اینو بهش میگن لایتینگ بله تو امریکا کازینو ممنوعه تو خاک امریکا بعد این نکته رو بگم که چون اینجا کاملا مسیحیه دیگه اینجا استریپ کلاب هم اگه وجود داشته باشن که دارن شرط خاصی دارن بعد مثل موقع بودش که قند ممنوع شد به خاطر اینکه از روسیه می اومد بعد اومدن گفتن خب حالا مولا اومدن گفتن که حالا اگه قندو بکنین تو چایی <applause> چون قندو خواستن بیارن دیگه تمام بیزنسشون به هم ریخت گفتن حالا چیکار کنیم مردم نمیخریدن گفت حالا قندو بکنین تو چایی بشورینش قسط میشه میتونیم بخورین این همینه امریکا میگه در خاک امریکا ممنوع زن خراب ام. کازینو محل قمار اینا همه ممنوعه ولی کجا زمین سرخپوستا آزاده <تص> نچه زمین های سرخ پوستا مثل آریزونا که الان لاس فگاس داخلشه اونجا مال سرخ پوست مال امریکا نیست این جز امریکا حساب میشه ولی جز قوانین امریکا بر اونجا حاکم نیست درنشه آره قنده میکنن تو چایو رو خب حالا بریم سل... سلام به همه تون حالا بریم سراغ قسمت دوم که میدونم همه خیلی منتظرشیم. منو من اینجا نوشتم که چیزی جانمونه Um, شما اگه چیزی سوالی تو این گس لایتینگ دارین بگین بچه ها برای اینکه قربانی گس لایتینگ و منیپولیشن نشین اولین چیز اینه که نگاه بالا به پایین به بالا نداشته باشید به طرف دوم اینکه وارد این رابطه این چنینی نشید یعنی اگر که در خودتون این قدرت را نمی که توسط طرف دستکاری نشین دیگه اینو گود. گوگل گفت من نمیدونم معنی فارسیش توسط حرف معنی پولت نشین اون شما رو بولی نکنه و ازتون سوء استفاده نکنه ببین چطوری من آدم بزرگ سالها از بچه ها سوء استفاده میکنن. گفتم اینجا چون دوتا سن, سن بالای هیچده هست اصلا بچه حساب نمیشن بالای سیزده س... هیچده که چی بالای سیه ما بچه حساب نمیشن خود چون میدوندن چی و این اصلا از چیز از گردن زیبا بالا بیرونه ولی ام... چی نوشتی؟ دوبه هم همین جوریه میگن تو خاک ممنوعه و دفعا تو آب ساختن دیگه آره مثلا رو کشتی آزاده شما مثلا تو کالیفرنیا سوار کشتی که میشی تا میری تو کشتی دیگه اونجا کازی اصلا کشتی کلا پنج طبقه کازینوه منیپولشن سو استفاده میشه اما سو استفاده میشه که یه کاری کردی یعنی سو استفاده م... مثلا میدونی ما توی توی تحقیق تو ریسرچ وقتی که یک چیزی رو داریم شرطی رو داریم بررسی میکنیم وقتی اون شرط رو منیپولیت میکنیم میریم تو اکسپریمنتال ریسرچ اکسپریانس اینجوریه که ام توی اون داستانی که داره اتفاق میفته یه کاری میکنیم مثلا یه ماده به اونا تزریق میکنیم یه مثلا شرایط محیطی خاصی برشون به وجود میاد و بهش میگن مانیپولیشن بهره کشی آره دیگه خلاص خود خودتون پیدا کنید این به من گفتش که میشه دستکاری کردن به نظر منطقی ولی یه ذره منفی مانیپوله خب حالا بریم سراغ قسمت دو بیماری دو قطبی بیماری دو قطبی و اولا میخوام به عنوان دوستای خودم بهتون اینو بگم که لطفا اگر که خواستین اولا که من الان کارشناس روانشناسی هم کارشناس روانشناسی یعنی قابلیت تشخیص و شناسایی بیماری های روانی و اختلالات و همه اینا رو داره تا پی تموم نشده باشه تا دکتر نشده باشم عملا نباید مشاوره بدن نباید قرص و دارو بدن خب اینو دارم بهتون میگم که دیگه بدونین چه خبره پس کارشناس میتونه تشخیص بده اما درمان نمیتونه بکنه راهکار درمانی میتونه معرفی کنه پیشنهاد بده اما خودش در حد درمانگر نیست این از این که اگه میان از من سوالا میپرسین ببینین جوابتون نمیدم دلیلش اینه شاید خیلی بتونم ولی اون دیگه تجربه شخصیمه تجربه علمی نیست یک اگر میخواین چون اینجا رو نگاه میکنم چون میخوام این بسته نشه اگر میخواین که یک کسی رو تشخیص بدین که یک بیماری روانی داره به خاطر اینکه اسمهایی که تو بیماری های روانی هست خیلی اسمهای رایجی روی تو جامعه مثلا ما میگیم طرف خودشیفته است ولی خودشیفتگی دقیقا میذاریم کنار اعتماد به نفس بعد خود هر کسی که یه ذره به خودش اعتماد داره رو میگیم این خودشیفته است هر کسی که یه کمی نمیدونم ولی شخصیت خودشیفته خیلی مسائلی داره که به این راحتی هم نیست شخصیت خودشیفته نقطه ضعفش اینه که ایمپاتی و سمپاتی نداره یعنی چی؟ یعنی همدلی همدردی نداره ناراحت نمیشه دلم تنگ نشد دلم نمیخواد اینجا رو برام من فرق نمیکنه کجا خون هیچ حسی نداره هیچ حسی به هیچ چی نه بی حسه بعد اون آدم بی چون بیحسه اما این تا بخواد اختلال بشه خیلی, خیلی راه بره, بره یعنی این اختلال یک همه ما خودشیفتگی تومون هست چون خودشیفتگی باعث میشه شما به خود عزت نفس اعتماد به نفس شده البته خودشیفتگی عزت نفس پایینه داره ولی تو این رنج نرمال که ما میگیم این وسطه مثلا شما حتی این لب لبم باشه هنوز مرضی نیست پس شما نمیتونی بگی طرف بیمار خود است از این که میاد اینجا اون وقت اختلال اون دیگه خطرناکه آدم خودشیفته چون این پتی نداره اگه خودش دردش نیاد نمیتونه بفهمه شما هم دردت اومده شما رو تا خود ولی خودش دردش بیاد پس شما هم دردت اومده اگه من الان گرسنمه پس تو گرسنته اگه من الان سیرم پس تو سیری اینجوریه ساقر خدا نکشد از هفت صبح دارم لایواتو میبینم الان خواستم بخوابم لایف گذاشتی خیلی من نه بمونی برام عزیزم بمونی برام یه دونه چیز بعد پیدا کنم این خیلی چیز دارم ولنتاین قلب دارم به جاره ولی تو ایران کارشناسی راهکارهای درمانی میده ببین وقتی ما درس رو داریم میخونیم قرص ها رو هم داریم باهاش میخونیم داروها رو, رو روش های درمانی رو میخونیم ولی اسمش مشخصه دیگه ما کارشناس هست وقتی که وارد مرحله دکترا میشی اینا رو دیگه تخصصی تر روی بیماری های خاستازه اونم مثلا میری هی جز به جز میخونی شما وقتی پزشک عمومی میشی در مورد همه بدن اطلاعات داری و میدونی چه بیماری چه عوارضی داره اما وقتی تخصص میگیری تو پوست مو دیگه اون وقت میتونی تو اون منطقه تمام راهکارهای درمانی بد و خودت در واقع تاییدیه گرفتی از سازمان پزشکی که دیگه خودت بدون مشورت مش... و مشاوره با کسی مسئول مریضی بشی که میاد پیشت خب چون اون مرحله که میخوام بگم طولانیه ببینم چقدر وقت دارم یه دقیقه آره دقیقا آره دقیقه میخواستم 20 دقیقه حرف بزنم 20 دقیقه شد که بریم سراغ این پس این, این رو یاد گرفتیم که میتونه کسی که کارشناسی خونده تمام میگم تمام درمان ها رو بلده اما تخصص نداره توی در واقع از نظر جامعه علمی نباید این کار بکنه نباید مشورت بده ولی اگه مشورت داده قطعا مشورتش با از اون کسیه که همجوری میخواد بده این مشورت اینطوری خب بریم سراغ بایپولار در مورد خودشیفتگی مرحله بعدی میخوام صحبت کنم اما تو این لار در مورد بیماری دو قطبی وقتی ما میگیم مثلا خودشیفتگی نارسیسیست خودش وجود داره اما وقتی میگیم نارسیسیست دیزوردر یعنی اختلال بایپولار میشه دو قطبی پولار میگیم پول قطب شمال و قطب جنوب بایپولار میشه دو قطبی یعنی یه خط اگه داریم اینجا اگه خوبه اینجا بده یعنی بایپولار یعنی دوتا رو داره یعنی از شاد شاد یه دفعه غمگین غمگین میشه تا اینجا شو میتونم همه تو مستادین. پس بیماری دو قطبی اولی نشونش اینه که این بیماری بیماری خلقیه خلق آدم عوض میشه غیر قابل پیش الان خوشحاله یهو میبینی که قمگین شد یهو خشم داره مثلا. حالا هر کی که یه او غمگین شد یه او شاد شد بایپولار نداره بایپولار بیماری دو قطبی بیماری سلام عزیزم سلام با... دو قطبی بیماری بسیار نسبت به بقیه بیماری رایجه نه اینکه مثل سرما خوردگی ولی تو, بی... تو اختلالات روانی بسیار رایج هست خب حالا بایپولار تو DSM-5 سه تا داره سه تا مدل داره که ما حالا راجع به اونا صحبت کنیم خیلی که تخصصیه اما یه چیزی رو میخوام بگم که استوریش کردم کمپانی بیمه میخواد پول درمان یک بیمار رو بده طرف میگه که دکتر میگه این سرطان خون داره خیلی خب سرطان خون انقدر ما مثلا تون بهش بفرم حالا یارو میره توی پیش مشاور میخواد باش صحبت بکنه میگه که این ما نمیدونیم این این علاقه ما داره بعد شما ببینید چه قرصایی ما میخوایم بدیم شما بعد به ما پول بدین کمپانی میگه ما به این راحتی اینجوری نیست که بخوایم هزینه یکی رو بدیم وقتی نمیدونیم بعد اسمی بذاری روی این خب روان های دنیا تو اروپا و امریکا برای امریکا اسمش دی اس ام هستش آخریش که اومده 5ه So DSM. فارسی هم بزنید میاد تو گوگل همین بنویسین DSM میاد من الان رفتم هر دوتاش رو سرچ کردم برای اینکه میخوام شما از این بعد اگر خواستین کسی رو بهش برچسب بزنین لاقل قبلش برین DSM5 رو یه گوگل بکنین بیاد ببینید اون شرایط و بیمار چی بود میگفتین؟ آنتی سوشال ضد اجتماعی میخوره بهش یا نه؟ بعد بیاین خانم دکتر محترم بچسب بزنین به ملت خیلی خوب DSM-5 و مالا نشستن روان ها ساختن با اینکه که میدونستن بیمارای روانی با همدیگه مشکل اختلالات خلقه ما به هم وصله نمیتونیم بگیم که این تا این خط الان اینجا افسرده است از این خط به بعد مثلا این اختلال ایجاد میشه حالا اگه بخواد خودکشی کنه میاد اینجا اگه نخواد خودکشی کنه میاد اینجا آدم همه خلقیاتش به هم وصل اینا نمیشه بخوایم خط بذاریم اما روانشناسا به خاطر کمپانی بیمه مجبور شدن که یک خط کشی بکنن که این خط کشی بازم الان میبینیم که خیلی راه داره این ورون بر بری وقتی میخوای یکی رو بزنی پس کتاب DSM-5 از اومدیم نگاه کردن روانشناس گذاشتن شد دیکشنری اختلالات روانی این تو این دیکشنری معمولا یه توضیح داده بعد گفته این یه خط بالا گذاشته تو اون خط نوشته که این آدمی که این اختلال روانی داره این خصوصیات رو داره و چند تا از این خصوصیاتی که این پایینه حالا میدیم در مورد خانم زینب بخونیم من میخوام با اسمای مختلف گیجتون کنم تیف داره من نمیدونم منظور چیه تیف داره کلا به همدیگه نمیشه دیگه مثلا اینجوری نیست بگی این قرمز این سیاه این آبیه خط نداره تو همن حالا شاید مثلا از نظر رنگی بشه گفت تو تیفای رنگی هستن دیگه خب در مورد اولا که خب DSM 5 رو وقتی وا بکنیم من اینو به شما اینجور نشون بدم که ببینید اصلا هم کار سر خبیت من الان فارسی شد انگلیسی شد ولی نگاه کنین این سایت معتبره برای شما برعکس الان آره خیلی خب بعدا چیز میکنم کپشن میکنم یه سایت معتبر پیدا بکنین اما اگه فارسی هم بخواین فارسیش هم هست هر جام که فارسیش باشه دتس اوکی okay. چون دیگه وقتی دی اس ام یارو میدونه قطعا یه سایت علمیه خب میریم سراغ اینو از رو نمیخونم در بیماری بای پولار همونطور که گفتم دو نقطه غم و شادی هست اما شادی منظورمون شادی نیست منظورمون حیجانات شعفه یعنی بیش از حد شادیه اختلالات به طبقه صف... صفر و صدی نیست درست آفرین بهترین جمله است اختلالاتی یه طبقه صفر و صدی نیست یک محدود است دقیقا همینطوره اومدن در مورد حتی نه اختلالات اومدن در مورد شخصیت گفتن که یکی شخصیتش برونگراست که درونگراست اومدن نگاه کردن دیدن نمیتونن خط بکشن بگن که خب این درونگراست این برونگراست نه درونگرایی داریم برونگرایی داریم یعنی یه کسی میتونه یه موقع هایی این وسط قرار بگیره یا می دو روز گراس اینجاست تو این طیفه اینو نمیتونی با این مقایسه کنی یه طیف وجود داره حالا از نظر DSM-5 کجا شما به یه چیزی لیبل اختلال میزنی اونجا که دیگه بهتون گفتم اگر این طیف وسطه میاد اینجا و دیگه یارون نمتونه بر سر کار نه روابط اجتماعی درستی داره و این رو میتونیم تو خانم زیب تو سن 40 سالگیش ببینیم که نه روابط درست حسابی تونسته بود بر خودش نگه داره نتونسته بود کار بره سر کار زندگی خانوادگیش مختل شده بود و تمام این توی اون توی اون داستان قرار میگیره که ناهنجاری اختلال تاکید کرده دی فایل که باید اختلال در زندگی شخصی ایجاد کنه اگر شما در سوگواری یک فرد عزیزتون هستین اگر همین الان شما یک رابطه عاطفی رو تموم کردین کسی از شما توقع نداره خوشحال باشه بزنی به رقصی و گنه افسرده نه یه پریود یک زمان مشخص داره یک داستان مشخص داره بعد شما اگه از زندگی به هم ریخت مثلا شیش ماه سر کار دیگه اونو باید اونجا داستان داره بعد بری تراپی بگیری بعد بری حالا شش ماه یک عدد معمولا دو ماه اگر دیگه بعد تراپی بگیری و بری دنبال اینکه خودتو درست کنی علائم شدید چرا طولانی تو زندگی آتیش شخته بله دقیقا همطورنم کی هستی که اینقدر خوب بلدی ستاره بله ستاره دقیقا همینطوره اولیش اینه دو فهمی چیزی که توی DSM-5 خیلی تاکید شده اینه که این چیزهایی که شما دارید میبینید بر اثر مصرف مواد مخدر نباشه چون مواد مخدر مصرف کردنشون علائم مشابه داره مثلا در مورد بیماری اسکیزوفرن و شیزوفرن وقتی شما مواد میزنید توهم میزنی خب توهمت اختلال, اختلال درسته که علائمش یکسانه ولی کلا داستان با شیزوفرنی فرق میکنه پس کسی که مواد مصرف میکنه جز کاتگوری که تو DSM-5 اومده برای اداره بیمه قرار نمیگیره روش های درمانی متفاوتی نیست خب نمیخوام دیگه خیلی بور بارینگ شد بابا بار کلاس درس بالا حوصله داریم بریم راجع به سوجه صحبت خب اولین چیزی که تو DSM-5 اومده اینه که کسی که دچار اختلال دو قطبی هست دو قطبی یک حتما باید یک دوره مانیک داشته باشه دوره مانیک همتون بلدین در دوره مانیک این اتفاق میفته که طرف یک هیجان خیلی زیاد میگیره حالا بعد میگم بهتون علائمشو که قشنگ از بین اون علائم بعد تاشو کسی که ما میخوایم بهش برچسب بزنیم داشته باشه علاوه بر اینکه اختلال در زندگیش به وجود اومده خب این علائم چیه پس یک خو... اخت... که اختلال خلقی محسوب میشه بعد از اختلال خلقی میایم پایین میگیم که اینطوریه یعنی که تغییر مود داره بخونیم حالا وقتی که شما این مانیکو میجر دیپریشن رو توی اون آدم دیدین حالا میرسیم به اینجا که باید این ناهنجاری که داره اتفاق میفته از نظر اجتماع واضح باشه آقا طرف میخواد روسری سرش نکنه میره تظاهرات میکنه ناهنجاره چون بخش عظیمی از جامعه مخالف این در نظر بگیریم مثلا تو عربستان مخالف بیهجابیان این ناهنجاری قابل تو کارش هم اختلال یجاتو ولی این آدم باید درمان بشه نه میخوام بدونید که نمیتونیم برای راحتی به همه انگ بزنیم بعد دقت کنین اگر که دارین اینا رو میخوین اینا به ما همه درس یاد گرفتین تو طول مدت اینجور نشین یا بعد از این رو همه تو میخوین تشخیص بدن پس اگر که هر،, هر, کسی هم ما نمیتونیم سلام عزیزم هر کسی هم نمیتونیم بذاریمش توی اختلال به خاطر اینکه ممکنه جامعه مشکل داشته باشه اگه 29 نفر توی اتاق سیگار میکشن و شما یک نفر سیگار نمیکشین طبق اصول علمی روانشناسی اخلاقی اون آدم اون 29 نفر بعد از اتاق برن بیرون نه شما. این, این میشه ناهنجاری این که جمع باشه برگردیم سر بحث خب خیلی خب بریم ببینیم که اون حالا من هم رید خوردم چشم دوتایی میبینه سعی میکنیم با همدیگه اینو بخونیمش اولین مهمترین چیزی که هست گفتم یک دو سه چهار پنج شیش هفتاست از این هفته باید سه تا یا بیشتر داشته باشه اولیش خود بزرگ بینی و خود شیفتگیه شما کیسمونو بذارید اینجا اونایی که میشناسنش اولین اصل بیماری دو قطبی بعد از اون اصل کلیش اینه که اون آدم خودش رو متفاوت همه ایمون خودمون کیه که میتونه بگه که نه حالا بعضی نگه ولی خب خیلی آمون هستیم که میدونیم یا می تو... فکر میکنیم متفاوتیم این موقعیه که خیلی دیگه خودش رو بالا بدونه قدرت شنیدنه نه نداشته باشه یا در حال منیپولیشن باشه که نه رو بشنوه یا اگه در حال منیپولیشن نیست اگه نه بگی پدرت در بیاره پایین به نظر من این توش هست تو آدم درست یا غلطش هم کاری ندارم به هر حال یه سری فالوور داره یه دنیایی داره بالاخره بر خودش درست کرده و خودش میتونه درست باشه ولی به نظر من این جزش هست نیاز کم به خواب من اینو نمیدونم تو دوره مانی وقتی شما تو دو این دوره های مانی دیگه تو دوره های مانی هستی یهو سه ساعت خواب برات کافی انرژی بدنت خیلی بالاست همش احساس میکنی الان دنیا رو میتونی عوض کنی آخ میخواستم اینو بتون نشون بدم بتونم بازش کنم این آدم هایی که بایپولار داشتن میخواستم نشونتون بدم که خیلی جالب بود امیدوارم که نبسته باشمش خیلی حیف شد اسماشون یادمه هیتلر ونگوک یا حالا بعدا فقط یادم مونده دو تا آدم خیلی معروف خوبم توشون بود حالا اینا که خودمون میشناسیم بریتنی سپیرز سلنا گومز این بای توی اون دورای شیداییشون دنیا رو عوض میتونن بکنن به خاطر اینکه دیگه سر قله انرژی هن. کم میخوابن انرژی بسیار بالایی دارن خودشون رو فکر میکنن رهبرن و در اون حد میبینن بعد دیگه شروع میکنن اهداف دراز مدت و کوتاه مدت در خودشون میذارن و شروع به حرکت به سمت اون میکنن اما یه اتفاق میفته یک علامت دیگه این اهداف بدون در نظر گرفتن عواقبش اتفاق میفته مثل برهنگی طرف یه کاری رو الان انجام میده مثل یک آدم مسخ شده یا مست شده یه کاری رو الان انجام میده بعد این کاری که داره الان انجام میده دیگه الان مسته دیگه قدرت تصمیم گیریش اومده منطقش اومده پایین منطق اینجاست احساس اینجاست منطقش اومده پایین پس چی میشه؟ فردا پشیمون میشه از کارش درست شدیم؟ این یکی از علائم این که ما خیلی دیدیم این هم اتفاق بیفته توی همون دوران چهل خورده سالتش خودش تعریف میکنه خیلی کارایی کرده بدون که به عواقبش بکنه یکی نامه گذاشتن رو در دیوار که من یه خانم این شماره همه بیان یکی بردن هوملسا به خونه بی خانمانا یکی بردن دعوت کردن از آدم های ناشناس همه رفتارهای پرخطره یعنی رفتارهایی که شما در یک آدم نرمال انجام نمیدی حالا من میگم که شاید پنج سال در زندان بودن و قرار گرفتن کنار یک عالم آدم های دیگه بهش این قدرت رو داده که احساس کنه که همه آدم ها رو می و خب میبینیم که از خودش مواظبت کرده و تا الان هم اتفاقی افتاده یا نیفتاده ما علائمش رو نمیبینیم حداقل جسمی اتفاق براش نیفتاده اما این مسئله رفتار پرخطر محسوب میشه سکس های متعدد سکس با آدم های مختلف نه تو سن 16 سالگی رو دراغ. تو سن چهل سالگی بدون دراگ این میشه مانیک یعنی شما کارهایی رو انجام میدی که به عواقبش فکر نمی کنی یه حسی انرژی توده که باید همه دنیا رو تکون هر کاری که میخوای بکنی نمیدونم فلان ولی 16 ساله تم دقت کنی به نکتا مس نیستی مواد مسه های نیستی از درونت این داره میاد بیرون و این میشه دوره مانیک خب پس دو تا را دا اینجا داشت حالا سومی نیاز کم به خواب و من الان توش نمیبینم اون سکس های همه طرفه ها را من توش نمیبینم یعنی اینکه مثلا میگه ولی من ندیدم ولی خب مسلما اون موقع انجام میداده که بیمارستان بستری شده یه چیزی بگم تا ممکن بعدا یادم بره اینه که معمولا بیمار اختلال دو قطبی هر چی سن میره بالاتر خوب میشه و من نمیدونم هنوز نمیدونن که چرا یه اتفاق میفته ولی با مرور زمان این خوب میشه یعنی بهتر میشن اون هنه اون لول اون دو قطبی بودنش یه کمی میاد به قول اون دوستمون جون دوست 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 تیفش میاد پایینتر تر خب بعد پرحرفی پرحرفی بیماره دو اختلال من بعد یاد بگیرم نگم بیمار ما بهش میگیم توی امریکا بهش میگن کلاینت مشتری خود استادمون هم وقتی میگن نمیدونن چرا بهشون میگن مشتری ولی دیگه نمیگن بهشون پیشن بیمار بهشون میگن به هر کسی که مراجعه میکنه میگن مشتری من حالا مثلا فکر میکنم مراجعه قشنگتره ولی اینا میگن مشتری من میگم مراجع برای کسی که میخوایم براش یک اختلال رو بگیم پر حرفی اینجوریه که تعداد لغت هایی که این تو ADHD اید، هم هست تعداد لغت هایی که میخوای بگی خیلی بیشتر از قدرتته و میبینی که هی طرف داره تون 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 حرف میزنه من اینو توی زیبا ندیدم باز ممکنه تو اون چه سالگیش بوده باشه ولی الان توی این چند ساله که من دارم نگاش میکنم اینو ندیدم که اینجوری فشار داشته باشن لغت رو پشت هم بخوان بیان بیرون و تو, یهو بگی وای چقدر مثلا مراجعه کننده آره دیگه مراجعه ولی اونجا اینجا بهش میگن کلاینت یعنی مشتری به مشتری شرکت بیمه است دیگه لاب. یکی دیگه پرش افکاره خب ببین همه ای ما تو دوره پر استرس الان این پرش افکار عدم تمرکز اینا رو داریم پس میخوام بگم که همه رو با هم دیگه چیز نکنین هر که پرش افکار داشت بگیم پس تو دو قطبی داری بیمار دو قطبی یکی از نشونه هاش رفتارهای جنسی پرخطر هست و یکی از چیزهای رایجش تمایل سکس با مهارمه. یعنی در بیماری دو قطبی اینطوری گزارش میشه یا بیشتر نمیشه که مثلا شب پسره رفته بالا سر مامانش یا خواهره رفته بالا سر نمیدونم باباش تمایل به سکس با محارم رفتار جنسی پرخطر ناهنجار گروپ سکس های بی و پیکر نه در سن نوجوانی و کالج و دانشگاه در سن عقل رسی نه روی دراگ و دخانیات و مشروب در حالت هوشیاری اینا رو همش رو مرزاش رو اونجا که میتونم دارم میگم ولی لایو دیگه چون ویدیو ادیت نمیشه امیدوارم چیزی رو جا اندازم میشه گفت بحث سر اختلال توضیح هرمون هاست که خب من نمیخونم چون الان نمیخوام اون اطلاعات رو بدم آخه ساعت جون 24 ساعت داره یا تو گروه ببین پر <applause> من خودم اولین پرحرف حرف دنیام یعنی هر کی میگه اولین خصوصیتت چیه میگم اولش اینه که اول دوم سوم و حتی قطعا قاتن تاکتیو بودنمه هر کسی که پر حرفه یا تاکتیوه این تاکتیو با اون تاکتیوه آدمای بایپولار فرق میکنه پر حرفی برای آدم های برونگرا هم هست اما تاکتی بودن آدم های دو قطبی یه جوریه که شما شما ما بلا 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 اصلا کلمه ها نامفهوم دیگه از دهن طرف میاد بیرون رودار زبونش نمیتونه کلمه هر رو عنوان کنه کسی که مثلا پادکست میگه از صبح تا شب داره پادکست میگه یعنی گذاشته لایو گذاشته روی ت... تیک تاک الان خیلی مود شده لایو میذارن داره حرف میزنن اونا اونا دو قطبی نیستن شاید هم باشن ولی این اون تاک شما میفهمید با سرعت همه چیشون خب بعد میریم سراغ حواس پرتی رم. که گفتم اینا حالا دیگه میشه خیلی خیلی جزئیه دست دکتره رو باز گذاشته ام که دکتر حالا خیلی تشخیص بزنه اینا رو بگه که آره اینم داره چون هممون داریم هم حواس پرتی هم نمیدونم پرشرف و همه هم داریم بزنه بگه که خب آره این هست دیگه یعنی مخو... اداره بیمار راضی کن خب یک چیزی که اینجا هست همون رفتار رفتار توی شغلش توی محل خانوادهش و توی روابط جنسی رفتاره پرخطر میبینیم این دوباره اینجا اومده چطوری این رو توضیح داده اینجا میگه که مثلا طرف یه دفعه شروع مثل هیتلر دیگه هیتلر دو قطبیه تو دوره شیداییش یه هم میگه من دنیا رو میخوام بگیرم میخوام قوم یهود رو نابود کنم خودم باشم و هرچی نجاد آریاییه میکنه دیگه نمیگه که افکارشو داره میگه این کارا انجام میده حالا یکی مثل هیتلر میتونه یه سری آدم رو راضی کنه یا یکی نمیتونه کی این به وجود میاد هیتلر اولش که شروع کرده بود دچار اختلال بود ولی بعد که یه گروهی رو موافق خودش کرد و آورد بالا دیگه اون گروه که فکر نمیکنه اختلال داره پس میتونن لیدرای خوبی هم بشن از هر کسی که اختلال داره اینو میخواستم همه اینو گفتم که به اینجا برسم اون دو تا سه تا آدم معروف خوب رو هم مثل سلنا گومز اینا از این بیماری میشه بسیار استفاده کرد اگر تو اون جاهای خطرناکش رو کنترل کنی تو تو شغلت میتونی خیلی بالا بری با بیماری دو قطبی که ما نمیبینیم که در سوشال میدیا چرا بالا رفته درآمدم داره ازش ولی خب فکر میکنم ارزشش رو داشته باشه اون بعد اما توی رفتارهای دیگرش اینو میبینیم در خانوادهش میبینیم که کل خانوادهش مجبور شد مثلا پاپ شد دیگه از خانواده دوم اینا همه در چهل سالگیش اتفاق میخوام بگم که اینا در 20 سال پیش اتفاق افتاده الان در زندگی نورمال، الان در زندگی که داره میکنه همه اینا توی تیف داره اتفاق میفته من یه موقع های اینو توش زیاد میبینم مثل رفتار جنسی که چند وقت پیش با پر انجام داد آره اون آهنگو حالا بد رجوع آره اون چند تا استوری بد ببینی دیدی که پیداش خب پس توی چشم گفتم اینجوری افکارم پراکندم راجع به یه چیز دیگه صحبت میکنم عزیزم آهان رفتار جنسی که انجام داده و همون چهل سال پیش همین کار کرده و خیلی خوب چیزها ها هست که لابد ما نمیدونیم نمیدونم اینجا مامانم اون روز میگفت تو این اکثر گذاشتی و راجع به اینا حرف میزنیم مثل که خیلی خوشش نایمده بود که خب مثلا در مورد بقیه از گفتم مامان جون خودش اجازه داد الان دیگه مامان جون ببخشید یه سوژه ما داریم راجبش یاد میگیریم یک آلم آدم ها تو پیج من نمیذارن وقتی میان نگاه میکنن از اینکه هزار نفر آدم متوجه میشن اینا بقیه میگن دیگه الکی به هم دیگه انگ دو قطبی نمیزن اگه شما بگی بگی دو قطبی یعنی طرف میخواد سکس یکی از کارهایی که ممکنه بکنه اینه که سکس بدون فکره سکس پرخطر بکنه نه راحت عجیب توی داستانی که تعریف کرد یک بار گفتش که من به بچه های ناتنی خودم نمیدونم بچه یکی دیگه بود بچه خودش نبود گفتم بیان من پامو گذاشتم بالا و بهشون گفتم برن اندام بیکینی من رو قشنگ ببینن و بعد بررسی کنن نمیدونم در دولت آلمان اصلا چجوری این آدم بیرونه چی نوشتی؟ گفتش که گذاشتم با دقت بررسی کنن دو تا بچه چهار سال چند ساله من پامو گذاشتم روی نمیدونم سکو اینا اون این رفتار تو قبایل آنگولا هم طبیعی نیست چهل سال پیش رو نمیدونم اما الان نمی فکر نمی کنم این رفتار اصلا جنبه جنسی داشته باشه توش چون اصلا آدم سکسی نیست من احساس میکنم یک جور اورت که احساس قدرت میده مادر بچه موافقت بکنه هم مادره هم مشکل داره میگه مادرش هم میدونست توجیه نمیشه که انگار تو بیه بگی که من به بچه تجاوز کردم اونم بگه آفرین دمت گم تو بیا اینو تعریف کن البته من نمیدونم چرا تعریف میکنه hey, هی میگه من یه بار اینو بر... اولین برخورده مستقیم من توی گروه باهاش سر همین مسئله بود که خیلی هم با من اتفاق خوب برخورد کرد یعنی من اینو گفتم همه پریدن به هم بعد اومد گفت نه ساغر داره اون قسمت رو میگه و من گفتم من گواهیشو دارم که برم گزارش بدم کسی که سکشوال هرسمنت میکنه کسی رو و من میدونم چه چیزی رو این این کاملا توی این سکشوال اسالت قرار میگیره و شما متاسفانه اون کار رو موقع کردی خب اون بچه بود و تموم شد و چه, سال، چه سالگیش بود و فلان اینا خب خیلی ها چیز دیگه هم که آدم خب من با این که نمیدونم رفتن توی روابط جنسیشون چه کارهایی انجام دادن اینا به کس دیگه ای صدمه نمیخورده دو نفر آدم بزرگ ساد با هم توافق کردن یه کاری انجام بدن اونها به روانشناس ربطی نداره اما این که شما به یه بچه کوچولو بگی اجازه بدی بیاد یه همچین کاری بکنه، این ربط داره. این یعنی که یه خط قرمز یه رد فلگ بسیار بزرگ. بسیار بله، همینو میخواستم بگم. بله. اصلا برای همین اینو گفتم. توی لایف، اصلا دو روز دوباره رفتم عقب نتونستم حرف بزنم به خاطر همین که اینو با دوباره عنوان کرد تو لایو اومد گفته چرا به خاطر اینکه عادی سازی کنه این همون روش منیپولیشن بود که بهتون گفتم بذارم اونم میخوام لایو باشه بله وقت ده ببندمش این همون روش منیپولیشن بود میخواست اینو عادی سازی کنه که چرا من پریسا رو ازش خواستم این کارو بکنه و توی لایو اینو توضیح داد و گفت ما از همون اومدیم بیرون و من اینو برای اون فلانی تعریف کردم و فلانی گفت منم میخوام این کارو بکنم و همه ما میدونیم که مانیپولیشن دستکاری یعنی اینکه شما میدونی نقطه ضعف طرف چیه و یک جوری باهاش میری جلو که طرف بگه میخوام این کار انجام بدم چون تو میخوای این کار انجام بشه ولی میکنی که بگه وادار منظور این نیست همیشه این نیست شما یک نفر دوست داشته باشی ممکنه یه کارهایی برش انجام بدی که در حالت عادی انجام نمیدی من نمیدونم باز هم میگم اون یه دختر 18 سال زیر 18 سال نیست کسی هم زورش نکرده هیچ کس هیچ کس زور نکرده تا اینجا هیچ مشکلی نیست اینکه چرا سینا رفته عکس گرفته چرا اون عکس لخت اجازه داده بگیره چرا اون کسی اینجا داستان داره که این کار رو انجام داده یکی عادی سازی دیگری آسیب زدن به روح و روانه یکی دیگه خب شما این مسئله رو تو لایف اون شکلی میگی که حتی برای همه اونایی که اون پایین این مسئله اصلا کسی یادش نمیاد بعد از لایف که یک همچین کاری رو پریسا کرده و گنگ یادش اومد کامنتار رو نمیشد اصلا دیگه خوند بعد میای میگی که این کار رو اجازه دادم بکنه خب کردین دو تایتون کردین دست اوکی okay. ولی تو میای این رو به خاطر اینکه عادیش کنی دوباره اون رو میگی و بعد من واقعا دلم میخواد یعنی سم اگه بلاکش نکرده بودم اگه دلم نمیخواستی که باش الان حرف نزنم دلم میخواست ازش بپرسم چون این خیلی مهمه برای من اون موقع که این اتفاق چون من میدونم که این آدم حس خاصی نداره میخوام بدونم که اون موقع که این کار رو میکنه چی باعث میشه این کار رو بکنه یعنی تو داری تمام مرزها رو میشکنی به تو احساس قدرت میده دیگه ببین وقتی یک نفری میخواد به یک نفری دیگه تجاوز بکنه یکی از لذت های دیگه مثلا ما توی روانشناسی تو که با... میان تعریف میکنن مثلا طرف یکی از لذت هاش موقع کار جنسی که دارن انجام میدن روابط جنسیشون موقع سکس اینه که مثلا بزنه تو گوش یارو وقتی اینو میزنه از این ارضا میشه نه از اون کاری که داره انجام میده بعد میان پیش مشاور که ببینن داستان چیه من احساس میکنم این شاید بازم مربوط به زندانه دوره که توی زندان بوده این اتفاقا براش افتاده که این یک چور بهش قدرت چون یادم توی یه لایو دیگه هم گفتش که من یک خانومی بود که بسته بودنش بعد جیغ میزد داد میزد که من میخوام بیایم منو نمیدونم فلان بیایم منو فلان بعد من بلند شدم به یکی از آدمام گفتم به آدما گفتم بره اونجا وایس مراقب باشه و من اونو ارضا کردم ما میدونیم که الان حداقل این خانم اصلا آدم سکسی نیست چه اتفاقی باعث میشه تو این کار بکنی احساس قدرت یا اینکه تم مثل برگفته DSM5 شما تمایل به رفتارهای جنسی پرخطر داری که ممکنه عواقب داشته باشه لذت مرزی اینکه تو لایوم بگی قیافه اونم ببینی از اینکه میتونی رازیش کنی که این حرف تو تو لایو بزنی و اون قبول کنه حرف تو رو رفتارهای پر به سنش نمیخوره و تحصیلاتش بکنم همه چی برنامه منم من هم شک کردم به این که یه ذره انگار که هر کاری داره میکنه یه ذره به نظرم و ما تحصیلاتش هم نمیدونیم چجوریه ولی آره به نظرم این مسخ شده هاست که برای انجام میشه حالا ببینیم اون که معلوم میشه بالاخره اون روابط بینشون داستان دیگه فعلا در مورد بیماری دو قطبی داشتیم صحبت میکردیم پس به نظر من شما هم کامنت کنین یا الان بگین که به نظر من الان شد خود بزرگبینی رفتارهای جنسی پرخطر اهداف آها اینو نگفتم یکی از کارهای اهدافی که میذارن یهو گلورینتد یه, یه هدفایی رو میذارن که میخوان بهش برسن یکی ولخرجی توش نه به وام بانکی 2500 یورو میدی به این ای. من اگه میتونستم 2500 نمیدادم یعنی ولخرجی بدون حساب کتاب یه هوی تلا میاد دستش خب خیلی البته اینجوری نیستش که آدم بخواد بگه که یه دفعه همه رو با هم قاطی کنیم گفتم نمیتونی همه رو یهو یه بزنی توی مثلا یه داستان بگی همش مال به یه چیز ربط داره اما از نظر من در چهل سالگی زیبا کاملا توی این کتگوری قرار میگرفته و من هم با احمد با دکترهای زیبا که تشخیص دادن موافقم که بیماری بایپولار دیزوردر حداقل شماره یک رو در چهل سالگیش داشته اما الان این رو نداره یعنی تعلیل تقل... تح... پیدا کرده اگه اونجا بوده تو چهل سالگی الان اومده پایین تر شاید دلیلش اینه که آدم های اطرافش الان دیگه چار پنج ساله نیستن الان دیگه چهل سالن چون این الان شست و خورده سالشه دیگه اینا خودشون قدرت انتخاب دارن در اینچه اون قسمتی که به جامعه اختلال ایجاد میکنه و در جامعه مشکل ایجاد میکنه و نمیدونم به هم میریزه دیگه کمه چون این آدما ها آدم هن که دیگه دخترای زیر 18 سال نیستن اینو متوجه شدیم دیگه پس این از این دلیل اون قسمت اول رو نقص میکنه که اختلال در روابط و فلان و اینا رو داره ولی من حالا اونو هم توضیح میدم که تو چه کرده هست دیگه شما اگه کامنتی نشون شما منم هم اینجور بخونم که ببینم اینا رو نوشتم چون تو لایو بادم یادش میره بعد میاد میبینه که اه دیدی اینو نگفتم خوب اینا رو هم توضیح دادم نم نمیدونه چشم شما یه چیز سوال دارین بپرسین فکر میکنم همش رو هر چی که قبول بگم رو بهتون گفتم باز اگه چیزی به ذهنتون رسید که مثلا یه جایی بودش که براتون سوال بود فکر میکردید که الان ما این رو باید یا مثلا آره مثلا تو اینو گفتی ولی ما فکر میکنیم که مثلا الانم هست یا ما فکر میکنیم اون موقع نبوده کامنت بکنین که من از روی حرفای شما بتونم برای مثلا بعدا هی بخوام اینو با همدیگه بریم جلوتر و همه خودم بیشتر وارد این داستان بشم از حد درس خوندن برای من یه ذره بیاد بیرون دوم این که با همدیگه بریم که بتونیم حداقل ما ها که با هم هستیم جای میشینیم یه به یکی انگی نزنیم ندونسته پس الان در حال حاضر نمیتونیم بهش بگیم که دوچار اختلال روانیه ولی میتونیم بگیم که نزدیک به مرزه چون که تو روابطش پر حالا اونو میریم تو روابط پرتلاتون میریم توی Borderline زورده با همدیگه دیگه میشینیم اونجا بررسی میکنیم ببینیم که تو اون قرار میگیره یا نه گفتم اینا همشون با همدیگه دیگه اوورلپ دارن مرسی از لایوت عالی مخصوصا م... سیت کردی که چراغ ساب شخصیتت منیپولیت کردن که آره منیپولیت کردن به نظر من الان گس لایتینگ یکی از چیزایی که تو زیبا بسیار وجود داره به نظرم تاثیر هورمون ها هستن من مثلا صد <applause> من توی این سه دقیقه نمیتونم در مورد تاثیرات هورمون ها توضیح بدم بله تاثیر هورمون ها هست با هورمون میشه مردها رو وفادار کرد با تزریق هورمون روی موش ها تونستن موش ها رو به یک موشی که با همه میخوابه رو وادارش کنن به یک موش خاصی وفادار باشه حرف تا حدودی درسته اما ما وقتی در اختلالات روانی داریم صحبت میکنیم مخصن اختلالات خلقی با اختلالات این, این, چیزی که شما میگین چیزی که تو تلگرام اینا خوندین دیگه اینجوری بگم وارد این نشیم الان به موقعش بهش میرسیم منم هم همینطور خیلی دوستتون دارم هم خیلی دوستتون دارم مرسی خوشحال شدم دیدم اتون خیلی یه ساعت خیلی بود بعد با مغزم که حرف میزنم خسته شدم اصلا آدم اگه با میاد اینجا میشینم با تو هم صحبت میکنم خودم هم حال میکنم خیلی خسته انگار دوباره یه ساعت درس خوندم مراقبت کنین بنویسین دفعه بعد امروز در مورد گسلایتینگ و دو قطبی صحبت کردیم دفعه بعد در مورد بوردرلاین دیزوردر صحبت میکنم اما آره ام... اما ممکنه یکی دوتا بیام وسط لایبایی بای, بای, بای بزنم که خودمم دوست دارم یا زبان بدنش بگیم برام